به نام خدا. سلام خدمت تمامی شنوندگان عزیز. یک توضیح کوچیک بدم که طرفداران ادل همشون و طرفداران موزیک و فالوورهای اینستاگرام ادل زون و اعضای کانال ادل کلاب چند دقیقه با ما همراه باشید. علی زاکر هستم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هم. اولا خدمتتون عرض کنم که واقعا نمیدونم که این قسمت اول و آخر یه برنامه کوچیک صوتیه یا که ازش استقبال میشه و ادامه پیدا میکنم، نمیدونم. فعلا برنامه رو میریم تا ببینیم چقدر شنیده میشه و چقدر بازتاب پیدا میکنه و چقدر بازتاب میاد دیگه. این برنامه اولی رو اختصاص میدیم به بیوگرافی عدل و کمی از اطلاعاتش که در ویکی‌پدیا ثبت شده رو با هم مرور میکنیم. اسم کامل عدل لوری بلو ادکینز، ملقب به عدل. متولد 5 می 1988 که میشه 29 سال فکر میکنم تقریبا. سازها گیتار و پیانو در اغلب ترک‌ها. سالهای فعالیت از سال 2006 میلادی تا به امروز که همچنان فعالیتش ادامه داره، فکر میکنم میشه حدود بیش از 11 سال فعالیت که در این سن عدل، سن کمش، قطعا به نظر من و بقیده خیلی ها پدیده، حداقل یکی از پدیده های موزیک سالهای اخیر هست. در این برنامه بیشتر سعی میکنیم که تمرکز ما روی آلبوم دوم عدل باشه. شهرت جهانی عدل و در واقع معروف شدنش و هیت شدن آهنگهاش به شکل عجیب و غریب و به قول معروف میگن ترکوند آهنگای فلانی، در مورد عدل بیشتر مربوط به آلبوم 21 یا همون آلبوم 21ش هست که یعنی اونقدری که آلبوم اول عدل، یعنی 19 یا همون 19 فروخت، خب 21 خیلی بیشتر بود و اصلا یک اتفاق بود واقعا. 21 که این آلبوم در 21 ژانویه 2011 میلادی منتشر شد. من یه اصطلاح میکنم به خاطر اینکه یکم صدام گرفته، سرما خوردم دیگه، ببخشید. که علت این نامگذاری اینه که عدل این آلبوم رو در 21 سالگی خودش تولید کرد که اینم بازم از پدیده هاست. برابر آمار ویکی‌پدیا این آلبوم حدود 30 میلیون نسخه در سرتاسر جهان فروخت که حالا ایشالا در برنامه احتمالی بعدی اگه بازتاب معنای خیلی زیاد در واقع مثبت باشه و خیلی شنیده بشه، قطعا برنامه‌های بعدی میریم و ایشالله در اونها ریز آمار رو خدمتون عرض خواهم کرد که در چه کشورهایی مثلا چه مقدار نسخه از آلبوم 21 و دیگر آلبوم‌های عدل فروخته شده، که در ایران که قطعا فروش رسمی نداشته دیگه. دومین آلبوم عدل یعنی همون 21 رکورد طولانی ترین مدت صدرنشینی در جدول پرفروش‌ترین آلبوم‌های موزیک در بریتانیا رو در کتاب رکورد‌های جهانی گینس ثبت کرد و در واقع برای عدل قاعدتاً موفقیتی بیشتر از اولین آلبومش یعنی 19 داشت. او با این آلبوم موفق به دریافت 6 جایزه گرمی در مراسم معتبر موزیک جوایز گرمی 2012 شد، که من یه پرانتز باز کنم که باز دیگه توضیح ندم که در چه صورتی برنامه‌های بعدی هم ادامه پیدا خواهد کرد و منتشر خواهد شد. در مورد اون شب جوایز گرمی و اینکه چه کسایی کاندید بودن و اصلا چه اتفاق بزرگی بود و ریز نام کاندیدا و اینها
خیلی حرف هست، ولی خب نمیخوایم در این برنامه روش فوکوس کنیم، ازش میگذریم. She ain't real. She ain't gonna be able to love you like I will. She is a stranger. You and I have history, or don't you remember? Sure, she's got it all. But baby, is that really what you want? چهارمین آلبوم پرفروش تاریخ بریتانیا است و در سراسر جهان بیش از 30 میلیون نسخه از اون به فروش رفت. که میگم ما آماری که در این برنامه من خدمتتون عرض میکنم از خودم نیست، از سایت های مختلف نیست، فقط از ویکی‌پدیا است و ممکنه کمی منور باشه، ولی به هر حال در همین ویکی‌پدیا در قسمتی نوشته شده که آلبوم 21 30 میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته و در جای دیگه نمیشه بیش از 30 میلیون. حالا ما فرضن که بیش از 30 میلیون نسخه به فروش رفته. خب یه سری متن و آمار و ارقام در خصوص آلبوم استودیویی دوم عدل براتون خوندم. همونطور که مطلع هستید تا به امروز که من دارم براتون حرف میزنم، عدل 3 آلبوم رسمی منتشر کرده به نام های 19, 21, 25. حالا میخوام یکم نظر شخصی رو بگم. از نظر من هر 3 آلبومی که گفتم آهنگ های قشنگ، دلنشین و فوق العاده حرفه‌ای رو دارند، اما به نظر من فکر میکنم که با هر حال اگه بخوایم یکیشو بهترین بگیم، به نظر من برای من همچنان 21 بهترین آلبوم عدله و در رده دوم 25 و در رده سوم 19. و فکر میکنم که آهنگ خوبم کم نداره دیگه. این آلبوم 21 فوق العاده است همچنان. خب بریم در این قسمت از برنامه رولینگ این دی دیپ یا همون فرو رفتن در اعماق رو قسمتش رو گوش کنیم، لذت ببریم و برمیگردیم. هیجانی و آهنگ فوق العاده خوبی است، اما یکی از غمگین ترین آهنگ های عدل و البته از محبوب ترین ها بدون شک آهنگ Someone Like You که در جمله فارسیش میشه یکی مثل تو هستش. بریم گوش بدیم دیگه. غمگین، دلشکسته، تنها، تنها. Married now, I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. Hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. Yeah.
زیبا بود. خب آخره برنامه هستش، من فقط لیست آهنگ های آلبوم 21 هم سریع بخونم براتون. Rolling in the Deep، Rumor Has It، Turning Tables، Don't You Remember، Set Fire to the Rain، He Won't Go، Take It All، I'll Be Waiting، One and Only، Love Song. که بین نظیر اصلا عاشق این آهنگم، حالا بعدا تین نمارش خیلی صحبت کن. Someone Like You که شنیدین، I Found a Boy، Turning Tables، If It Hadn't Been For Love، Hiding My Heart، که فکر کنم در نسخه آفیشیال یا رسمی آلبوم 21 چند تا از این ترک ها رو در واقع با اجرای آکوستیکش هم در آلبوم موجود هست. خب به هر حال به پایان این برنامه رسیدیم. من علی زاکر هستم که متن‌های بنده رو میتونید در اینستاگرام با هشتگ فارسی علی آندرلاین زاکر دالزال هست پیدا کنید. من ادمین پیج اینستاگرام ادل زون و کانال تلگرام ادل کلاب هستم که اگه از این برنامه خوشتون اومد حتما و لطفا خواهشن التماسا نظرتون رو به ما اطلاع بدید از طریق آیدی که در قسمت بیو کانال ادل کلاب در تلگرام قرار داده شده و پیام بدید بگید که خوب بود بد بود، خوشتون اومد نیومد. اگه هم تا الان گوش دادید و خوشتون نیومد از شما هم تشکر میکنم به خاطر تحملتون و اینکه ما رو گوش دادین، و اگه شما هم انتقادتون رو به ما بگین دیگه اصلا خیلی باعث خوشحالی، سعادت و خوشبختی ماست. براستی لطفاً فوروارد کنید این برنامه رو اگه میخواید ادامه داشته باشه. بریم دیگه تو کار برنامه های صوتی و کانال رو در واقع میتونه دگرگون کنه اگه شما استقبال کنید و اگه تعداد شنیده شدن و بازتابش خب کم باشه قاعدتا میفهمیم که خوب نیست و جمع میشه و ادامه پیدا نمی کنه. انشالله که حالا خوب باشه دیگه. من میگم حالا این برنامه اولم خودم قطعا به اون انتظارم رو برآورده نمی کنه، خودم به عنوان کسی خیلی سخت گیرم و اینها، ولی به نظرم این حرکت رو اگه شما ازش استقبال کنین، فورواردش کنین، این برنامه رو زیاد بشنوین، بازتابش رو به ما بگید، حتما بازتاب اینها به ما انتقال پیدا کنه، قطعا برنامه های بعدی خیلی بهتر خواهد شد. و حیفه، به نظر من حیفه. مرسی از همه تون. نمیدونم چه خواهد شد دیگه. و اینکه گفته باشم که در آغوش بوتان تنگ مپیچ، گفته باشم که در آغوش بوتان تنگ مپیچ، ای مسلمان گذرت سمت خدا میافتد. در پناه خدا و فعلا. I know I have a fickle heart.